با درود بر شما هموطنان بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 28 از ماه می. در روزهای جمعه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم و غالبا یک میهمان محترم هم داریم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. در باب میهمان عزیز امشب هم با شما بعد از چند کلام سخن خواهیم. خدمت شما عرض می کنم که به حدود سال 2002 بود برای نخستین بار مخلص نشستم روبروی دوربین به عنوان گوینده مستقل صحبت کنم، که البته این خیلی آسان نبود و من اصلا نمیخواستم چنین کار رو انجام بدم و بر تلویزیون انرکتیوی بود. در اونجا بر نخستین برنامه ما پرداختیم به نقد استبداد و نقد دین و این دو پایه فعالیت های ما بوده است در این 15-16 سال در تلویزیون و قبلش هم حدود 15-16 سال در رادیو و پیش از آن هم به صورت جلسات آزاد، چون بر بنده ثابت شده بود تقریبا به دقت قانون نیوتن که استبداد خوب میسر نیست، دین هم بایستی نقد بشود و بدترین نوع استبداد، استبداد دینی است. چیزی به نام استبداد خوب ما نمیشناسیم. استبداد خوب ممکن است باشد از نظر بعضی کسان که البته با زور و قلدری حکومت میکند، عده‌ای هم به قتل میرساند. وقتی که رفت یک دستاورد مادی، 4 ساختمان اینها بر جای میگذارد. استبداد بعد اون اولی رو داره، یعنی با زور حکومت کردن و حقوق مردم رو پایمال کردن و ملت رو از صحنه سیاست بیرون راندن، اینها رو داره، اما در واقع دستاورد مادی هم نداره. بنابراین چیزی به نام استبداد خوب ما نمیشناسیم و بر این پای فشردیم و بعد متوجه شدیم که دوستان روشن فکر ما ضمن اون که در پشت پرده میگن بله بله آقا فرمایشتون درسته است، به محض اینکه مقابل دوربین قرار میگیرن قضایا رو فراموش میکنن، به تکریم استبداد، به تعظیم به دین و عرض کنم و این که آقا به عقاید مردم نباید توهین کرد، از اینجور مسائل مطالب میگن، در حالی که از هر من الشمس هست که بدبختی مملکت ما امروز از استبداد است و استبداد دینی و پیش از اون هم از استبداد بوده است. این است که آمدیم و اسم فعالیت‌های خود رو در واقع اپوزیسیون یک نفره گذاشتیم. اپوزیسیون یک نفره گفتیم آقا حالا که چنین هست ما به تنها تنخیش این طریق رو طی میکنیم ببینیم چه میشود. خوشبختانه هموطنان استقبال کردن داخل کشور به جهت اینکه این درد مردم است. هر کس از این داستان روگردان شود و در واقع تبلیغ استبداد بکند و با در واقع نقد دین مخالف باشد، این با عقیده مردم و خواست مردم مخالف است. نقد و انتقاد از جلوه های بارز تفکر انسان مدرن هست، چون بدون نقد هیچ پدیده اصلاح نمی شود، میسر نیست. وقتی نقد نباشد مشکلات بر روی هم همچنان در واقع روز بعد در روز، قرن بعد از قرن و روی هم چیده می شود و وضعیتی به وجود می آورد که در واقع ما امروز به عنوان حکومتگران شیعه می بینیم. یعنی شیعه‌گری در ابتدا به این وجه نبود، اما کسی جرأت نقد دین نداشت، بنابراین اونقدر خرافات بر روی هم جمع شد که آدم های مثل محمد باقر مجلسی پیدا شدن، مثل خمینی پیدا شدن با چند میلیون حدیث. و امروز میبینیم وضعیت شیعه و شیعه‌گری در ایران چگونه است و به جای رسیده است که مسلمانان جهان شیعه را اساسا مسلمان نمیشناسند. باری برای دومین بار فکر میکنم ما صحبت کردیم با یک شخصیت بارز هموطن که در پاریس سمت استادی دارند و در واقع سمتی هم در دولت دارن،
من آقای بدیعی شنیدم و یک بیوگرافی از ایشان خدمتون میخونم. آقای دکتر جلال ایجادی استاد دانشگاه در فرانسه هستن. آقای ایجادی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه سوربن تحصیلات خودشون انجام دادن و از روزگار جوانی از فعالان کنفدراسیون جهانی در فرانسه بودند. در زمان انقلاب اسلامی در ایران با افکار چپ فعالیت میکردند و از همان ابتدا مخالف خمینی و حکومت دینی بودند. در دوران استبداد دینی آقای ایجادی به فرانسه آمدند و در دانشگاه پاریس به تدریس پرداختند. آقای ایجادی در دانشگاه در زمینه جامعه شناسی صنعتی و کار، جامعه شناسی دین، شیوه های مدیریت تکنولوژی و اقتصاد پایدار درس میدن. ایجادی در کنار تدریس در دانشگاه پاریس و انتشار تحقیقات به زبان فرانسه پیوسته فعالیت فکری و سیاسی در محیط ایرانیان ادامه داده است و فرد بسیار فعال اپوزیسیون علیه حکومت دینی و برای دموکراسی می باشند. ایشان طی 12 سالی که از افراد منتخب مردم در انتخابات شهرداری در فرانسه بودند و ایشان در فعالیت‌های اکولوژیکی دارای تخصص هستند و همچنین از فعالان در زمینه لایسیته و سکولاریسم بوده و نقد دین را به عنوان یکی از وظایف اساسی خود و جامعه روشنفکران ایران می‌داند. ایجادی از برگزار کنندگان فعال سخنرانی‌های تئوریک و فلسفی و جامعه شناسی و نقد دینی در پاریس هستند. در طی چند سال اخیر بیش از 100 مقاله به فارسی درباره لایسیته و شیعه‌گری، نقد اسلام، بررسی قرآن، نقد روشنفکری در ایران، نقد نواندیشی دینی، از خود بیگانگی ایرانیان، استبداد حکومتی، فاجعه های محیط زیستی در ایران و جهان و غیره نوشتن و علاوه 10 مصاحبه در رسانه های خارج از کشور از او وجود دارد. کتاب اخیر ایجادی که در شبکه آمازون وجود دارد با تایپ نام او به لاتین یعنی اید جادی IDJ ADI قابل دستیابی است. برای ایرانیان در داخل کشور این کتاب به شکل الکترونیک با اجازه ناشر که H&S در انگلستان هست میسر است. علاقمندان به دادن کمک مالی به یک انجمن محیط زیستی یا اجتماعی در ایران می توانند کتاب را به طرز رایگان دریافت کنند. کتاب جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران نوشته جلال ایجادی و یک صفحه دیگری هم هست. بله، قرآن نه کلام خدا نه الهام محمد نوشته ای تاریخی التقاطی نوشته بخش پنجم نمیدونم اصلا به این مربوط هست. درود می‌رسم خدمت شما جناب دکتر ایجادی گرامی. درود بر شما جناب آقای مشیری عزیز و همچنین درود بر همه ایرانیان عزیز در ایران و هر جایی در این کره زمین قرار گرفتن. همیشه امیدوارم که خوب و خوش باشند و با روحی شاداب برای زندگی کردن و برای پروژه های جدید در این زندگی. بله بله، بسیار بسیار زیبا فرمودید جناب ایجادی. این داستان که شما به محض اینکه میخواهید نقدی در زمینه دین بکنید حمله ها آغاز میشود که آقا به عقاید مردم توهین نکن رو شما چگونه میبینید؟ من فکر میکنم که این زاویه نگاه یک زاویه نگاه کاملا نادرستی هستش، یا اثر عقب ماندگی هستش، یا از نظر از زاویه در واقع دین خویی و دین پرستی به معنای منفیش هستش. و اساسا در هر جامعه زمانی که همچون که خود جنابالی هم مطرح کردید، در جامعه که روحی باز، روحی انتقاد، روحی آزادانه وجود نداشته باشه جامعه پیش نمیره. همونطور که میدونیم در فرانسه یا سنت به هر حال دوران روشنگری مسئله نقد، میگن که آن نقد خوب است که نقد ولتری هست. بله، ولتر این فیلسوف فرانسه پیوسته مطرح میکرد که باید امر انتقاد رو پیوسته ما زنده نگه داریم
و انتقاد بکنیم به خاطر اینکه گنداب ها زمانی که افزایش پیدا میکنه دیگه نمیشه تو این جامعه نفس کشید. حال در ارتباط با ایران هم در طول تاریخ ایران به خصوص از دوران به هر حال مورد بحث ماستش از 1400 سال پیش به این طرف، این مجموعه حاکمان زدند و کشتند و تجاوز کردند و پیوسته و پیوسته برای حفظ حاکمیت خودشون هر گونه مخالفتی رو جلوش گرفتن و از اونجایی که دین پیوسته در خدمت این حکومتگران بوده پیوسته خواستن که کسانی که انتقاد میکنن در این زمینه خاموش بمونن تا اینها بتونن به حکومت و قدرت خودشون ادامه بدن. و جامعه ایران جامعه هستش که از این زاویه متاسفانه عقب افتاده هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوعی ترس در جامعه وجود داره بخواد زمانی که بخواد انتقادی به یک دین بکنه، و از سوی دیگه این ترس هم در واقع ترسی هستش اینکه در پس فردا اگر بفرد در زندگی بعدی اگر اتفاق بیافته در برابر باری تعالی چه باید گفت، ولی به خصوص این که اعتقادات عوام هستش. ولی آنچه که مهم هستش کسانی که حکومت میکنن مخالف انتقاد هستن و روشنفکران و سیاسیونی که چه بسا حتی در درون حکومت هم نباشن به لحاظ نوعی فرهنگ عقب افتاده، نوعی فرهنگ دینخو هر گونه انتقاد رو به عنوان توهین در نظر میگیرن. حال آنکه توهین یعنی چی؟ توهین زمانی معنا پیدا میکنه که توهین نسبت به شرافت فردی به اصطلاح صورت بگیره، یعنی مطلب نابجایی علیه یک فرد و شخصیتش و به اصطلاح ارزش‌های انسانی یک فرد صورت بگیره. حال آنکه انواع و اقسام عقاید اعتقادات در این جهان و در ایران وجود داره که این عقاید عقاید عقب افتاده و ارتجایی هستند و اینها رو باید نقد کرد، انتقاد کرد. زمانی که ما می‌بینیم که در طول همین تاریخ معاصر در جهان وقتی نازیسم، هیتلریسم به قدرت رسیدن و اینها نگاهشون، افکارشون در راستای اثبات طبقه بعد به صلاح نژاد برتر بود تا میلیون‌ها آدم رو از جمله یهودیان رو نابود بکنند و کوره‌های آدم سوزی بیفکنند، افکاری که آقای هیتلر مطرح کردش در کتاب نبرد من، این افکار قابل انتقاد هستش و شدیداً باید علیهش مبارزه شد. زمانی که ما با استالینیسم مواجه هستیم و به اصطلاح به طبقه برتر معتقد هستش و آدمهایی رو که انتقاد میکنن به عنوان آدمهای بیمار، بیمار روانی، زبانی در واقع سیبری میکردن و اینها رو یا از نظر زندگی جانشون رو میگرفتن، این افکار رو باید انتقاد بید میکردن. و زمانی هم در چارچوب ایران و انواع اقسام گرایشات و از جمله از نظر سیاسی و یا از نظر به خصوص مذهبی به سلام موانع تولید میکنن و میگوین به فرض به دین انتقاد نباید کردش، همونطور که اشاره هم جناب عالی کردید مسائلی وقتی ما نگاه میکنیم انبوه عظیم خرافاتی که وجود داره در مناسبات رسمی روزمره مردم و یا در مجموعه این روایاتی که وجود داره، این احادیثی که وجود داره، این فقه شیعی که وجود داره، شما همه اینها رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که اینها هیچ رابطه‌ای با عقلانیت، با خرد، با روشنگری نداره و بنابراین موندنی در درون این فضای رازآلود و و نوعی خراف گرایی وحشتناک به کجای این مردم و به کجای این کشور میتونه کمک برسونه؟ به هیچ وجه. بنابراین آنچه که مهم هستش اینه که ما خودمون، جامعه ما، شهروندان ما باید بیاموزن که در برابر مجموعه پدیده‌ها همیشه نگاه انتقادآمیز باید داشته باشند نسبت به قدرت‌های سیاسی، نسبت به ایدئولوژی‌ها و نسبت به دین. و دین در جامعه ما به این شکلی که ما دیدیم و تجربه کردیم یک عامل بسیار منفی بوده و بنابر
شرافت انسان‌ها و ارزش انسان‌ها هستش. آنچه که ایدئولوژی و دین هستش، این دین دین خرافه، شیعه‌گری خرافه‌گرایانه، اینها شدیداً باید مورد نقد علمی قرار بگیرن و در سطح جامعه که بتونن افراد با به اصطلاح زنده بودن بهتر در حوزه فکری عمل بکنن و به دانایی‌های جدید و زمینه‌های علمی جدید در واقع خودشون رو ارتقا بدن. بله بله. خب بفرمایید ببینیم آقای جدید، این انتقاد از دین تا کجا بایستی ادامه پیدا کند؟ یعنی آیا مقصود از نقد دین جدا ساختن حکومت از سیاست نیست، یا صرف در واقع کاستی های دین ما رو برمی انگیزد که همواره دین رو نقد کنیم؟ آیا یه مرزبندی در اینجا هست یا نیست؟ در فرانسه که شما اشاره فرمودید و بزرگترین نقدها از همونجا شروع شده و ولتر رو اسم بردید که بزرگترین ناقدان دین بوده، اینا سبب شدن که دین عقب نشینی بکند و یک دموکراسی در اونجا برقرار بشه. بعد اتفاقا ملت فرانسه خیلی حساس هستن از دخالت دین در حکومت. من یک جا یک مقاله دیدم یک جا که یک کشیش یک چیزی گفته بود به سیاست ربط داشت، کلی آمده بودن داد و فریاد که مواظب باشید که آخوندها دارن بر میگردن. این است که ما دین رو نقد میکنیم در واقع تا جایی که در واقع به لایسیته برسیم، یا اینکه همواره باید این دین رو نقد کنیم. من فکر میکنم که هر دوش، به این معنا که من به عنوان یک دانشگاهی فکر میکنم که در تمام زمینه ها از تاریخ گرفته، جامعه شناسی گرفته، اقتصاد گرفته، هنر گرفته و غیر و زاده، پیوسته سنت نقد سنت سلامتی آور هستش و از جمله در ارتباط با مسئله دین پیوسته در فرانسه و در کشورهای دیگه از نظر فلسفی، از نظر تئوریک خود مفهوم دین پیوسته مورد نقد قرار گرفته. ما امروز باور کنید که در همین فرانسه‌ای که من هستم حداقل بدون اغراق هر سال حدود 50 کتاب مستقیم در نقد دین و به معنای گسترده‌اش، یعنی نقد به اصطلاح دین یهودی، دین مسیحی، دین اسلام منتشر میشه و بنابراین محیط دانشگاهی، محیط روشنفکری میطلبه که از دین هیچ وقت تابو ساخته نشود و دین به لحاظ ذات خودش از اونجایی که یک دکترین، یک ایدئولوژی هستش که متکی هستش بر یک سلسله احکام جزمی، پیوسته فکر میکنه که تمام دنیا و تحولات گذشته و آینده رو در خودش منعکس کرده و تنها به اصطلاح حرف و یا گفتار حق با دارای حقانیت هستش به خاطر اینکه مقدس هستش و یا به خاطر اینکه خدایی هستش، بنابراین در ذات خودش دارای نوعی توتالیتاریسم هستش، دارای نوعی رد دیگراندیشی هستش و خواهان این هستش که انحصار خودش رو بر جامعه مستولی بکنه و به همین خاطر بود که در واقع در جامعه فرانسه مبارزات روشنفکرانه و فلسفی در دوران روشنگری آنچنان اوج گرفت که نتیجه این روند چند صد ساله منجر شد به اصطلاح قانون لایسیته 1905 فرانسه که این قانون به مسئله امر سیاست و امر دین پرداخت و گفت اینها رو باید جدا سازی کرد. بنابراین در این بخش من تاکیدم بر این هستش که همه فیلسوفان، جامعه شناسان باید نقد دین بکنن به خاطر اینکه دین محدودیت داره. هر کسی ایمان داره، ایمان شخصی داره، در قلبش داره، بسیار خوب، اون بحث بستر این نیست. بحث بستر این هستش که زمانی که دین به عنوان یک پدیده فکری یا مانند هر ایدولوژی، هر فکری که وجود داره، از اونجایی که در تمام زمین ها فکر فلسفی باید انتقاد بکنه، شما به ارسطو نگاه میکنید، به افلاطون نگاه میکنید، در همه
ها نظر دارن. زمانی که به دوران معاصر تر میرسیم، به اصطلاح به عصر روشنایی میرسیم، تمام زمینه ها مورد نظر و انتقاد و بررسی فکری هست میشه. این یک. دومی، ما جامعه ما در ذهن تمایل شدیدی سعی میکنه درش خودش روش بده نسبت به امر به اصطلاح لایسته و یا سکولاریسم. سکولاریسم معنایی که فرانسه هستش وقتی سکولاریسم من به این ترتیب نگاه میکنم، سکولاریسم به عنوان یک روند اجتماعی طولانی که به این نتیجه میرسه که قدرت باید به فرد برگرده و اون که مهم هستش نه تقدس بلکه رفتارهای شهروندانی انسانها در دل این جامعه که بیش از پیش اتکا میکنه بر عقلانیت، بر مثلا خودمختاری فرد. یک. دو، اینکه در این بستر تاریخی اجتماعی هستش که من معنای لایسیته رو میگیرم. لایسیته میگه که خب حالا در فرانسه بفرض زمانی که لایسیته بود مسئله چگونه بود؟ تمام این کشیش ها و کلیسا میگفتن که یک قدرت سیاسی و به خصوص در حوزه آموزش باید در کنترل ما قرار بگیره و تمام افراد به صدا کشیش ها توسط دولت باید حقوقشون پرداخته بشه و به دنبال مبارزات گوناگونی که صورت گرفت گفتند اومدن تو برهاد نیروهای سیاسی، فرهنگی، فلسفی به این نتیجه رسیدن که این دو زمینه رو جدا بکنه. یعنی این چی؟ یعنی این که برای حاکمیت در این کشور، برای مدیریت اقتصادی در این کشور، برای مدیریت قانونی در این کشور هیچ احتیاجی به مذهب نیست و برابر این عقلانیت افراد، دموکراسی موجود در این جامعه کافی است و به همین خاطر دولت نه در خدمت یک بخش به اصطلاح بخش مذهبی بلکه دولت در خدمت مجموعه شهروندان باید قرار بگیره صرف نظر از نگاه ها و یا اعتقادات دینی اینها. به این خاطر هستش که در جامعه ما من فکر میکنم که آنچه که مهم در ذهن هستش از اون جایی که یک اختاپوس سیاسی مذهبی بر جامعه ما کاملا حاکم شده، جامعه ما احتیاج داره که این جنبه در توجه مدرسه بهش بشه، یعنی که دین جدا بشه کاملا از سیستم دولتی در ایران، دین خودش رو جدا بکنه از مسئله حقوق، مسئله قانون، مسئله فرهنگ، مسئله مدیریت جامعه، به خاطر اینکه این دین زمانی که اضافه میشه بر استبداد و این اختناق جامعه رو به حد اعلا میرسونه. بنابراین در این زمینی که مطرح کردید من فکر میکنم که در هر دو زمینه نقد دین باید صورت بگیره، هم نقد دین به عنوان یک دکترین جزمی باید صورت بگیره برای شکوفایی افکار در حوزه فلسفی و غیر ذلك، و از سوی دیگه نقد دین باید صورت بگیره به خاطر اینکه امروز در سیستم کنونی ایران جز تجاوزکاری به حقوق افراد به اعتبار استبداد و این مداخله انگوه دین ما راه دیگه نداریم جز اینکه به سوی سکولاریسم و لایسیته بریم. زنده باد آقای دکتر ایجادی. اجازه بفرمایید من خواهش کنم از سپر یک موسیقی پخش کنم و شما هم اون کافی که من صدای ماشینش رو شنیدم داشت می ساختید و میل بفرمایید برمیگن خدمت. با چکرم. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، با دکتر جلال ایجادی صحبت میکنیم در فرانسه. دکتر ایجادی، این کتاب شما که گویا هنوز به چاپ نرسیده است، قرآن نه کلام خدا نه الهام محمد، نوشته تاریخی التقاطی، یک توضیحی بفرمایید
ببینیم نگاه شما به قرآن چگونه بوده و چگونه ثابت میکنید که کلام خدا نیست و الهام محمدی نیست. خیلی مایلم بشنوم تحلیل شما رو در این باب. بله، همطور که ما میدونیم در جامعه‌ای که بر پایه عقل و خرد و بر پایه پژوهش و کارهای فکری متکی هستش، نسبت به مجموعه پدیده‌هایی که جنبه قدسی به خودشون میگیرن، جنبه الهی میگیرن، یک برخورد واقع بینانه‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی که در اساس این رو باید پذیرفت که هیچ کتابی، هیچ نوشته‌ای از آسمون نمیاد، جنبه ازلی نداره، جنبه قدسی و الهی نداره، بلکه کتاب ها در هر کجای این زمین و تاریخ ما قرار بگیریم، نتیجه فعالیت انسان ها در یک نقطه ای از جوامع مختلف بشری و یا تاریخ قرار دارند. بنابراین این که گفته میشه برخی کتاب ها کتاب هایی هستن که کتاب های مقدس هستن، به هیچ وجه امروز حداقل به لحاظ پیشرفت فکری و کارهای تحقیقاتی بسیار گسترده‌ای که صورت گرفته در زمینه ادیان گوناگون، از دین یهودی گرفته تا مسیحیت گرفته تا اسلام گرفته، البته دین های دیگه هم هستن به طب، ولی از اونجایی که خیلی صحبت از این ادیان میکنن، ما امروز با این واقعیت مواجه هستیم و نتیجه کار محققین به ما نشون میده که چگونه این دین ها، یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام، اینها در درون جامعه که خودشون پرورش پیدا کردن و بازتاب نیازها یا دلخوره ها و یا نگرانی های در درون اون جامعه بودن. اساسا برخی جامعه شناسان صحبت از این میکنن که دین چیست و نگاهشون بر این هستش که دین به نوعی به اصطلاح جواب گفتن به استراب و دلخوری افراد در برابر مسائل مربوطی به طبیعت و در برای حفظ خودشون در طول تاریخ بوده است. برخی دیگه معتقدن که نه، این کافی نیست، بلکه خود دین میتونه اینها رو افراد رو به هم دیگه نزدیک کنه، پیوسته کنه و نوعی اجتماع به وجود بره. و برخی دیگه باز نظرش این هستش که امروز دیگه باید صحبت از این کرد که دین یک وسیله هستش برای بازداشتن بازار. یعنی چی؟ یعنی اینکه چه تعدادی از آدم‌ها به این دین یا اون دین میگرون و به این ترتیب برای خودشون نوعی بازار تولید میکنن. ولی گذشته از این هستش که در جامعه ما مسئله دین و اینکه قرآن از کجا آمده است کار به اصطلاح گسترده‌ای صورت نگرفته. البته کارهایی در گذشته صورت گرفته، مثل به اصطلاح کتاب آقای دشتی به عنوان 23 سال و یا کارهای دیگه‌ای که در تاریخ معاصر صورت گرفته در نقد دین. ولی که نگاه من به این به مسئله قرآن این هستش که ما قرآن رو به عنوان یک امر به اصطلاح تاریخی باید در نظر بگیریم. به چه معنا؟ امروز کار محققه به اینجا رسیدید که قرآن زمانی که به اصطلاح صحبت از ظهور پیامبر اسلام محمد هستش، اساسا در چنین جامعه ای که جامعه شبه جزیره حجاز هستش، در این دوره، در این نقطه جغرافیایی اساسا زبان عربی شکل نگرفته و از سوی دیگه مجموعه به اصطلاح فاکتای تاریخی که ما داریم و تحلیلای گوناگونی که از قرآن توسط متخصصین صورت گرفته، یعنی متخصصین زبان، متخصصین جامعه شناسی، متخصصین دین و کسانی که به شکل علمی ما میگیم که اینها اسلام شناس هستن، نه خروار اسلام شناسان ایرانی یا عربی که اینها اسلام شناس نبودن، اینها در واقع خود اینها دیندار دینداران اسلام بودن که تحت عنوان اسلام شناسی سعی میکردن که اسلام خودشون رو یا تفسیر خاص خودشون رو بر جامعه در واقع تحمیل بکنن. در جامعه اسلام مسلمان ما به معنای علمی خودش هرگز اسلام شناس به معنای علمی نداشتیم و به همین خاطر هستش که آن کارهایی که توسط اسلام شناسان آلمانی و
فرانسوی و آمریکایی و انگلیسی صورت گرفته، زمینه خوبی است که به ما نشون میده که قرآن از آسمان نیامده. قرآن میگن که یک، آیا کلام الهی هستش؟ داخل کلام الهی نیست، به خاطر اینکه شما وقتی قرآن رو نگاه میکنید میخونید میبینید که این قرآن به فرض به عنوان خیلی مشخص بگم صحبت از جدال و جنگ میکنه علیه یهودیان، صحبت از به اصطلاح خشم محمد میکنه علیه کفار و یا گمراهانی مانند مسیحی ها، صحبت از نخل و خرما میکنه، صحبت از شتر میکنه، صحبت از مجموعی پدیده هایی میکنه که این پدیده ها در یک نقطه معین تاریخی و اجتماعی روی داده و این افرادی که این رو نوشتن اینها درگیر این واقعیت های اجتماعی بودن و بنابراین آنچه که مهم هستش و ما تحقیق میکنیم ببینیم که هم زاویه تاریخی اجتماعی و جغرافیایی که وجود داره این قرآن رو معنای مشخص تاریخی بهش میده و از سوی دیگه امروز متخصصین اثبات کردن به اعتبار کارهای گسترده که متونی که متن قرآن یک متن کاملا التقاطی است. یعنی چه التقاطی؟ یعنی که متونی حتی در این بسیار با البته با تغییراتی بخشی از این قرآن متعلق به متن‌ها و نوشته‌هایی هستش که متعلق به دوران قبل از اسلام، قبل از محمد بوده و به معنای از به اصطلاح منشأ نستورانی و منشأ یهودی میادش و از سوی دیگه اساسا تئوری من متکی هستش بر این که به اصطلاح تحقیقات گسترده‌ای که حداقل از این 150 سال اخیر صورت گرفته از طرف متفکرینی مانند تئودور نوتکه شروع شده و امروز اومده جلو تا از جلو افرادی مانند فرانسوا دروش و غیره زاری گرفته. این هستش که قرآن محصول نه خدا و آسمان هست، نه نتیجه رویا و به اصطلاح الهام محمد هستش، بلکه قرآن تاریخ 200 ساله داره. یعنی امروز نشون داده میشه که این بخشا و تیکه تیکه ها و به اصطلاح مجموعی گفتارها و به هر حال حرفایی که دور هم جمع شدن، جمع آوری شدن، اینها حدود 200 سال گذشته شده که قرآن امروزی در واقع تدوین بشه. همونطور که ما میدونیم اولین اقدامات برای اینکه جمع آوری بشه از زمان به هر حال به نحوی گفته میشه ابوبکر گفته شده، بعد عمر و به خصوص به هر حال یک تاوجود میسر برایشون بود یه سلسله گفته ها و شنیده ها و برگ نوشته ها و سنگ نوشته ها رو زمان عثمان در واقع اینها جمع جور میکنن که اون زمان هم عثمان در واقع آنچه که تونه جمع آوری بکنه یک سریشو پرتاب کرد در آتش سوزاند و از جمله به عنوان نمونه گفته میشه نسخه مال علی بن ابی طالب و بقیه رو به عنوان نگاه و یا منشور رسمی خودش در نظر گیره، ولی که این کار تمام نشد. حدودا قرآن آنچه که تدوین قطعی خود قرآن رو میشه بسیرا بیان بکنیم متعلق به دوران در واقع بنی امیه، دوران بنی امیه هستش که در واقع قرآن شکل قطعی خودش رو میگیره و این شکل قطعی خودش رو گرفتن به معنای این نیستش که تنها نسخه وجود داره، نسخه های گوناگون وجود داره که این نسخه های گوناگون با تفاوت های گوناگون وجود داره و من در این مقالات اخیرم که یه بخشی از این کتاب هستش در ارتباط با همین امر قرآن نشون دادم که چگونه خطوط مختلفی که و یا به اصطلاح اون برنوشته هایی که امروز وجود داره و در تاریخ هستش به ما این رو نشون میده که این کلام اگر کلام ازلی و الهی باشه تغییر نمیکنه که از ابتدا آخرش یکی باقی میمونه دیگه و ما میبینیم که این کلام در طول تاریخ کاملا این در اونور شده و ما نطقه های مختلف قرآنی داریم. به این خاطر هستش که من فکر میکنم که قرآن در واقع یک به اصطلاح نوشته هستش که از دل تاریخ و اجتماع میادش و به خصوص قرآن رو من به عنوان یک منشور خلفای عرب در نظر میگیرم برای حکمرانی کردن بر یک گسترده به اصطلاح زمین هایی که اینها در اختیار داشتن، قلمرو اسلامی، قلمرو خلافت اسلامی
و بنابراین ما باید بفهمیم و بخونیم و توجه بکنیم و این توجه کردن به ما نشون میده که یه مقدار با عقل خودمون پدیده ها رو از بررسی بکنه و وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که دخل قرآن یک موجودی هستش که در دل تاریخ به وجود آمده و جامعه ما باید به این امر بپردازه، ببینه و احساس کنه که اگر به قرآن برخورد بکنه، نگاه بکنه، برخورد اکادمیک بکنه، برخورد انتقادی بکنه، دستخوش گناه شده و یا دستخوش توهین شده. به هیچ وجه این امر امر سلامتی فکری و بیان رشد و بلوغ یک جامعه هستش که به پدیده های مانند قرآن به عنوان یک پدیده تاریخی و اجتماعی نگاه دکتر جادی. یک قرآنی کشف شد در یمن، اگه خطا نکنم، در اون بله. و در اونجا وقتی که این قرآن کشف شد در زیر سقف و در واقع جعبه هایی بود و قدیم ترین قرآنی بود است که کشف شده و همونطور که مطلع هستین اون رئیس در واقع باستانشناسی یمن استمداد کرد از دانشمندان بین المللی که بیان و بخونن، چون به خط قدیم تحریر شده بود. یک آقای پروفسور پوینی هست در آلمان که ایشون استاد خطهای قدیم هست، آمدن و با دستیارش 30,000 میکروفیلم از این قرآن تهیه کردن و آقای پوین اعلام کرد دیگر مسلمانان نمیتوانند بگویند که انجیل دارای تاریخ هست، یعنی زمان بر گذشته و تغییر و تطور، بلکه قرآن هم مشمول همین تغییر و تطور هست و بسیار تفاوت هاست بین این قرآنی که در اونجا کشف شد که به چنگ عثمان نیفتاد برای سوزاندن و قرآن هایی که بعد استاندارد شد بعد از عثمان و امروز در دست ماست. و یک دانشمند مسلمان هم دعوت کرد که در کمبریج بوده درس میدن، ایشون رفتن و دیدن، گفتن صحیح هست، اختلاف ها هست، من که ایمانم از دست ندادم. خب این ایشون مربوط میشه، ولی فرمایش شما کاملا درسته، این چیزی نبوده که کلام به کلام از آسمان بیاد و چاپ بشه. و میگوید که آقای پوین که خیلی کم سخن گفت و این کار هنوز به چاپ نرسیده، گفت بسیاری از مطالبش مربوط هست به دوران قبل از حضرت محمد و بسیاری مطالبش اساساً فاقد معنی است، معلوم نیست برای چه اینها نوشته شده. این نقش این آخرین کشف رو شما بررسی فرمودید که ببینید که این داستان چگونه است با این قرآن. بله اتفاقا من در یکی از همین شماره هایی که منتشر شده به این مثلا نسخه صنعا برخورد کردم و نگاهی کردم و همونطور که میدونین هم مثلا دانشمندان آلمانی که اولین دانشمندان بودن که در این زمینه کار کردن و همونطور که اشاره کردید استاد پوین و همچنین امروز دانشمندان انگلیسی و دانشمندان فرانسوی در این زمینه کار میکنند و از جمله کسانی که در فرانسه در این زمینه بسیار کار کرده و با همراهی و همکاری استادان آلمانی کار میکنه فرانسوا دروش هستش که در کالج دو فرانس پاریس فرانسه در واقع تدریس میکنه و فرد بسیار دانا و مطلعی هستش در ارتباط با قرآن و تاریخ اسلام. و واقعیت هم همین هستش که همونطور که فرمودید توینم اشاره کرده بود که این مسلمانان دارای نوعی تحجر فکری هستن و فکر میکنن که کتاب اونها کتاب به اطلاعات مجزایی هستش، استثنایی هستش و مانند سرنوشتی همانند دیگر دینها و یا دیگر کتاب ها نداره. و این یک جالب هستش به خاطر اینکه فرانسا دروش صحبت از این میکنه حتی که این به اطلاعات مجموعی به اطلاعات نسخه هایی که به دست اومده اینا خودش از حدود 945 نسخه های گوناگون ناشی شده، یعنی خود اینها در واقع
بخشایی هستش از 945 نوشته های گوناگون یا به هر حال مجموعه های گوناگونی که جمع آوری شده اینا. و از جای دیگه وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که تو این به اصطلاح نسخه ای که به عنوان نسخه در واقع نسخه های صنعا باید گفته، نسخه نیست، نسخه های صنعا، یعنی جمع باید بستش. وقتی میبینیم و خود بخشایی رو که منتشر شده نگاه میکنیم میبینیم که چگونه خود اولتون این نوشته نوشتن قرآن رو شما وقتی نگاه میکنید، عربی رو که نگاه میکنید، فتحه داره، ضمه داره، کسره داره، غیر و ضاری، در صورتی که اینها اصلا بدون فاقد این تمام این آهنگ ها هستن و هیچ گونه فتح و ضمه و کسره اینا ندارن. و همونطور که میدونیم زمانی که ما در زبان عربی هستیم تغییر فتح و ضمه و غیر و ضاری حتی معنای برخی کلمات رو در واقع تغییر میده کاملا. بنابراین نوشته هایی یا نسخه هایی که گیر آمده فاقد این بوده. و یا مثلا توجهی میشه میبینیم که به فرض نوشته های امروز قرآنی که تو قرآن رسمی مسلمان هستش تیکه تیکه ها در هر سوره آیه ها جدا جدا میشه توسط یک به اصطلاح رقمی، حالا که در این نوشته های صنعت به هیچ وجه این چیزی وجود نداره. و یا باز محققی توجه کردن که خود برگایی که توی به اصطلاح نسخه های صنعا وجود داره برگایی هستش که دو خطه است، یعنی یک خطی در زیر بوده بعد دوباره پاک شده، یک خطی دیگه در روش آمده. یعنی چی؟ یعنی همین نوشته ها باز خودش نتیجه تغییرات گوناگون توسط کاتبان و توسط کسانی که جمع آوری می شده اینها به اصطلاح محصول کار اونها به این ترتیب هستش. و به این خاطر هستش که نشون داده می شه همین واقعیت این نسخه ها که چگونه این نسخه ها در حال شدن بودن، در حال تغییر بودن. و امروز خوشبختانه بر حسب حالا تصادف یا به هر حال هر چی که بودش این بود که این نسخه ها تونست به نحوی ضبط بشه. و امروز همونطور که ما میدونیم حتی یکی دو نفر از افراد پژوهشگر به اصطلاح مغربی یا عربی وجود داشتن دارن که کار میکنن، منتها به لحاظ اینکه خطر امنیتی برای اینها وجود داره خودشون رو در شکل به شکل به اصطلاح مخفی کار خودشون رو ادامه میدن. و چرا که اگر چنانچه اصالت رو اینا مشخص میشه چه بسا تروریسم دولتی، تروریسم در واقع اسلامی اینها رو نابود بکنه. و امروز خود حتی دانشمندان فرانسوی و آلمانی به این امر کاملا توجه دارن، چرا که خود دولت صنعا هم وقتی که فهمید، دولت یمن هم وقتی که فهمید که این ماجرا ماجرایی هستش که به نظر خطر داره، یعنی آمدن داره نشون میده که ای بابا این قرآن یه تفاوتهایی با قرآن کنونی داره و کل اوتوریته و کلی اون قدرت و کلی اون جنبه قدسی اون قرآن اینها فرو میریزه. و برابر این مسائل رو یه مقدار تنگ کردن برای اینها. ولی که خوشبختانه از اونجایی که بخشای مهمی رو اینها به شکل میکروفیش بیرون برده بودن و تنظیم کردن، کار فعالیت را دیگه اینها هنوز ادامه داره. ولی که این تجربه خوبی هستش، البته تنها تجربه نیست، به خاطر اینکه موارد دیگه هستش، نسخه های دیگه هستش، ولی که تجربه جالبی هستش که به شکل گسترده همین تیزی رو که ما داریم مطرح میکنیم که قرآن کتاب تاریخی هستش رو معین میکنه. بنابراین اگر کتاب عظمی و آسمانی بود که این همه در خودش تغییر و به اصطلاح این بر اون بر شدن نمیتونست داشته باشه، این همه نسخه های گوناگون نمیتونست داشته باشه، امروز یک به اصطلاح ایدولوژی رو این محیط مسلمان ها پخش میکنم یعنی که کتاب ما کتابی از تشکه در شیش گونه تغییری صورت نگرفته، تحریفی صورت نگرفته، این داستان افسانه است. قرآن انواع و اقسام تغییرات در خودش دیده، محصول 200 سال تغییرات در درون این کتاب بوده و بیان در ضمن خاص حاکمان عرب بوده. و بنابراین جنبه های پنهانی و رازگونه اون رو پیوسته سعی کردن که اینها از به اصطلاح انظار دور نگه دارن. و به این خاطر هستش که ما باید توجه کنیم محیط روشنفکری ما، محیط پژوهشگرانی ما به این کارها باید توجه بکنه، بخونه، بره سواد خودش رو یه مقدار افزایش بده که از طریق این سواد آموزی در ارتباط با
فلج، فلج لغت خیلی خوبی بود. بله، این خدمتتون عرض کنم که این الهام و اعجاز و مطالبی از این دست، اینها علمای کلام در طی چند قرن اینا مباحث بسیار کردن، که البته هیچ کدام از اینها منطقی نیست در واقع. یعنی متکلمین میرفتند و شیوه های مباحث استدلال های منطقی و فلسفی رو میاموختند که این قضایه رو به اثبات برسانند، و هیچ کدام هم نتوانستن چیزی به اثبات برسانند. امروز هم در مناظره هایی که ممکن است این قضایا رو مورد سوال قرار بده و آقایون شرمسار بشن، شرکت نمی کنن و می گریزن و داستان چنین است قربان. همواره اینو مد نظر بوده که الهام به چه معنی است، و ابو نصر فارابی که می دونید از بزرگترین فیلسوفان بوده است و اینها، می گوید که اگر شخصی در بیداری تمرکز فوق العاده‌ای بر یک مطلب داشته باشد، این مطالب رو خواب می‌بینه و ممکن است که تصور کند که دارد او الهام می‌شود. یک داستان‌های از این قبیل که هیچ کدامشون از کنم جنبه عقلانی البته نداره. خب خود قضیه نبوت رو شما در بابش مطلبی نوشتید که اساسا چگونه یک نفر مدعی پیامبری می شود که از جانب خدا و از آسمان ها آمده. بله، و این هم باز دوباره یکی از همون زمینه های فکر و تبادل نظر و کارهای پژوهشی هستش. امروز همطور که ما می دونیم، یک نکته در ارتباط با صحبت قبلیمون و شما اشاره کردید و کاملا هم درست بود، این هستش که امروز در ارتباط با همین امر قانون به قرآن، قرآنی که وجود داره، مسلمان ها میگن که کلام مبین هستش و روشنایی کامل هستش و اعجاز قرآنی هستش، اینا همه افسانه سازیه، اینا دروغ پردازیه، این تبلیغ دینی خیلی نادر هستش. حال آنکه از نظر دانشمندان و افراد متخصص امروز تشخیص میدن که و دادن که متون، یعنی متن قرآنی، دارای ابهام و گنگی های بسیار بسیار فراوانی هستش، و این هم علت داره به خاطری که بخشایی از این قرآن رو در واقع بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته از زبانهای دیگه به اصطلاح گرفته شده، و زمانی که اینا تبدیلش میکردن و انتقالش میدادن به زبانهای عربی، به زبان عربی در دوره های بعد، قدرت اینا که کاملا اون به اصطلاح سرود، اینها در میگن که سرودهای نستوران بوده، نستورانی بوده، که اینها رو در واقع تبدیل میکنن به زبان عربی، و به این خاطر یا مثلا بخشی از نوشته های تاریخی به زبان آرامی بوده و اینها رو تبدیل کردن اینها به زبان های عربی، به زبان عربی در دورهای بعد، توأم با به اصطلاح دقت، توأم با به اصطلاح انتقال کامل به اصطلاح نوشته های قبلی نبوده. بنابراین این گنگی ها هم به لحاظ واقعیت های تاریخی بوده، هم این که اساسا کسانی که نوشتن افرادی بودن که بهش میگن کاتبان، و این کاتبان که همه دستور زبان عربی بلد نبودن، که و وقتی شما نگاه میکنید جمله های قرآن رو نگاه میکنید، یک تیکه تیکه داره جنبه هایی که حتی که شما انجیل رو که میخونید حداقل یه داستان، یک نظمی داره، یک به اصطلاح یک منطقی داره که میخونید این یک داستان رو تا تهش میدید. حالا که در قرآن تیکه تیکه همینطور هی قطع میشه قطع میشه، اینها بیان این هستش که این تیکه ها رو کنار هم جمع‌آوری کردن و یک نظم به اصطلاح پویا و منطقی بر آن استوار نیست. یک دو، این که در ارتباط با نبوت هم باز به همین ترتیب هستش. آیا شما توجه بکنید همین
بازرگان و آقای سروش دوباره مطرح کردن که آقای بازرگان صحبت از به اصطلاح اعجاز قرآن و قرآن الله صحبت میکنه و آقای سروش هم در واقع یک داستان جدیدی کم و بیش جدیدی رو البته در گذشته هم گفته دوباره مطرح میکنه که قرآن رویاهای محمد هستش. شما نگاه بکنید جناب آقای مشیری عزیز، این عین یک من یاد معرکه های مارگیری میافتم. نه همونجوره در ایران، در ایران جوای مارگیری بودن، مارگیرا بودن، میآمدن و اینا یک معرکه را مینداختن، ملت رو 100 نفر 200 نفر 50 نفر دور هم جمع میکردن که بعدشون تور بگیرن و میگفتن که ما یک ماری میخوام در بیاریم نشونتون بدیم، خواهید دید این مار بلست و بلست و نفر با همه به خاطر اینکه مار رو ببینن و به خاطر اینکه ببینن که این مار بالاخره چگونه هستش، آیا رامه یا احتمال رامی رامی استادن دو و بالاخره هم یک مقدار پولی به این ملکه ملکه باید میدادن و داستان اینا هم این نوع نشان هم به همین ترتیب هستش. اینا معرکه گیر امر دین هستند و به همین خاطر در هر لحظه در هر دوره یک چیز جدیدی رو به اصطلاح مطرح میکنن و به خاطر این چیز به اصطلاح جدید تمام یا بخش مهمی رسانه ها یا فعلا آب از دهانشون جاری میشه. آخه اینا مگه چی میگن؟ میگه وقتی میگه رویاهای محمدی اصلا این اصلا در دانش از نظر علمی شدیداً ضد خرد هستش. این همه مطالعات علمی صورت گرفته بهش توجه نمیشه، کافیه که آقای سروش که بیاد صحبت بکنه که این رویات یه جواری میبینی که در این رسانه در رو بسانه میارم ایشون رو به عنوان فیلسوف مطرح میکنن. آقا جان ایشون فیلسوف نیستن، ایشون اینها مفاهیم فلسفی نمیدونن. کسی که سو استفاده از برخی کلام به اصطلاح واژه‌های فلسفی میکنه که فیلسوف نمیشود که، و به این خاطر هستش که صحبت از رویاهای محمد میکنه، رویاهای پیامبر میکنه، رویاهای قدسی میکنه. یعنی نخه این چنین چیزها جز افسانه‌گویی و جز کلمات ضد خرد چیزی دیگه نیست. و داستان نبوت هم به همین ترتیب، نبوت این که کسی از جانب الله یا خدایی در واقع معمول شده باشه، رسالت پیدا کرده باشه، ما از نظر تاریخی از نظر جامعه شناسی نمیتونیم که این چیزی رو بپذیریم. محمد به عنوان کسی که در واقع یک مرد به اصطلاح در خدمت بازرگانی خدیجه بودش، یک مرد در واقع نظامی میشه و پس از اون هستش که اقدامات برای گرفتن به اصطلاح اموال دیگران، برای گرفتن خانه های دیگران، برای گرفتن باغ های دیگران و به عنوان یک فرد نظامی بیش از پیش خودشو مطرح میکنه و جدال هم در منطقه به اصطلاح حجاز جدالی هستش برای تصرف قلمرو دیگران، خانه های دیگران، ثروت های دیگران و اعلام در واقع قدرت گروهی خانوادگی بنی هاشمی و قدرت شخصی خودش. و بنابراین این که گفته میشه نبوتی هستش که از خدا و الله ایشون به صورت رساله گرفتن، خب ممکنه برخی این اعتقاد رو داشته باشن و صادقانه هم باشه، ولی که بحث ما در اینجا بحث علمی هستش، بحث تحقیقاتی هستش و هیچ وجه نبوت معنایی که اینها بشیدن نداره. امروز باید این رو درک کرد که کسانی که اومدن و خودشون رو به عنوان پیامبر به طور معرفی کردن، اینها در واقع افرادی میتونیم بگیم که دارای نبوغ خاص خودشون بودن، هوشیار بودن، درنگ بودن و اتوریته خاص خودشون رو داشتن، کریسمتیک بودن و چنین افرادی به لحاظ منافع شخصی خودشون و از سوی دیگه وقتی که یک این ماجرا تبدیل میشه به اعتقادات افراد در ذهنیت و ناخودآگاه انسان ها، یک امر رو میتونن آنچنان بهش بپردازن، آنچنان این رو در واقع گسترده بکنن دنیابا که یک امر ساده تبدیل میشه به یک امر اهورایی، به یک امر آسمانی. امروز همطور که خودتون را حتما میدونید امروز بحثای بسیار گسترده‌ای وجود داره که حتی در ارتباط با به اصطلاح پیامبر ابراهیم بخشای مهمی از تحقیقات نشون میده که ابراهیم شخصیت تاریخی نبوده، بلکه نه. این جنبه که شخصیت سمبولیک و یک شخصیتی هستش که بیشتر در ایمیجیناسیون و ذهنیت تاریخ در واقع به عنوان
نه نه حتی در فرانسه بخشای مهمی از تحقیقات امروز وجود داره که در ارتباط با عیسی رو به عنوان یک شخصیت تاریخی نمیبینن، عیسی رو به عنوان یک به اصطلاح افسانه بیشتر توجهش بهش میدن. و همونطور که ما میدونیم در واقع شخصیتی که عیسی داره، این شخصیت بسیار بسیار پرداخته شده توسط کلیسا و در واقعیت همچنین چیزی نبوده. و در مورد محمد هم مجموعی که در ارتباط با صفات ایشون یا کمالات ایشون آمده، اینها در واقع نتیجه افسانه‌گویی های در تاریخ هستش و به خصوص قدرت های سیاسی نقش داشتن در این زمینه. اولین باری که در ارتباط با پیامبر اسلام در واقع زندگی نامه نوشته شده، زندگی نامش حدود 120 سال پس از اون هستش، یعنی زندگی نامه ابن اسحاق، که این هم در واقع چیزی به عنوان نسخه مستقل نمون که بعدش در واقع 150 سال بعد از مرگ محمد هستش که زندگی نامه ابن هشام هستش. و ما وقتی نگاه میکنیم به این نوشته ابن هشام، فقط گفته میشه که طبق گفته فلانی، روایت فلانی، و ما در ارتباط با شخصیت خود تاریخی خود حتی پیامبر اسلام هم اطلاعات دقیقی نداریم. خیلی از اینها پرداخته شده هستش. بنابراین ما نمیتونیم بپذیریم در این دنیای معاصر، دنیای خرد، که انسانها بیش از پیش سعی میکنن که از جنبه‌های رازآلود جامعه بکاهند به سوی اخلاق اجتماعی و به سوی در واقع خرد اجتماعی برن، این داستان ها دیگه نمیتونه به عنوان داستان های کاملا علمی به سلام تلقی بشه. نخه، ما امروز باید تحقیقات رو روش بدیم که این تحقیقات به ما اجازه میده که یه مقدار نسبت به اون جزمیاتی که در ذهن ما باقی مونده یه مقدار برخورد عاقلانه تری داشته باشیم. زنده باد، خسته نباشین قربان، خسته نباشین. خب اگر مایلید همین بحث رو ادامه بدیم، جناب ایجادی شما در واقع موضوعاتی رو که درش مطالعه دارید یک گستره وسیع است، حتی به مسائل اکولوژیک و اینا هم من خیلی دوست دارم که بیرون از قضیه دین و نقد دین، چنانچه وقت اجازه بدهد، یکی دو سال دیگر از شما در ارتباط با مطالبی که درش تخصص دارین سوال کنم. و اون یکی موضوع محیط زیست هست در ایران که بسیار بسیار مهم هست و به نظر بسیاری بخش اعظم حیات وحش و محیط زیست در ایران صدمه غیر قابل جبران دیده. خواستم ببینم شما در این زمینه کار کردید، جوابی دارید برای این سوال؟ بله، زمینه محیط یکی از بچه‌های من هم دانشگاه و هم کلشتر فکر و اجتماعی پیدا پور تجهد هم بوده و به همین در فرانسه یکی از خدات اجتماعی در همین زمینه اساسا اکولوژیکی هستش. و مسئله اکولوژی یا محیط زیست در ایران، البته کلمه اکولوژی یک مفهوم گسترده تری هستش. اکولوژی نوعی مدیریت محیط، مدیریت به اصطلاح در آنچه که پیرامون در درون طبیعت و جامعه هستش معنا پیدا میکنه. محیط زیست یک جنبه یه مقدار محدودتری داره و زمانی که صحبت از اکولوژی میکنیم، یعنی بر سه پایه اون اگر توجه بکنیم، یکی جنبه اجتماعیش هستش، یکی جنبه اقتصادیش هستش، یکی هم جنبه در واقع به فرانسه میگیم آنویرونمان و یا همون جنبه زیست محیطیش هستش. ولی به هر حال برای اینکه زیست محیطی رو به اصطلاح بیشتر استفاده کرده بکنیم، معادل اکولوژی رو زیست بوم در واقع میگیم، زیست بوم. و بنابراین آنچه که در ارتباط با ایران هستش، محیط زیست یا زیست بوم ایران، به لحاظ مجموعه سیاست های مخربانه‌ای که دولت جمهوری اسلامی
و مجموعه نهادهای جمهوری اسلامی داشتن بسیار بسیار زیان دیده. ببینید محیط زیست انسان وقتی که داغون بشه اساسا انسان نمیتونه زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی ما با یک پدیده کاملا یگانه باهاش مواجه هستیم. یعنی انسان طبیعت و این طبیعت یعنی درخت ها و گیاه و مجموعه به اصطلاح جانوران و غیرگزاره اساسا انسان خود جزئی از این طبیعت گسترده هستش. بله. نتیجه تغییر و تحولات در درون این طبیعت هستش. در طول تاریخ زمانی که اقتصاد رو ما میخواستیم در سطح اقتصاد کلاسیک میگفتیم که اقتصاد چگونه در واقع معنا پیدا میکنه. اقتصاد معناش اینه که سرمایه رو استفاده میکنید، نیروی کار رو استفاده میکنید، به بازار برسونید و بنابراین این میشود اقتصاد. یک چیزی در این زمینه فراموش شده بود و اون هم اینکه مواد اولیه از کجا میاد. مواد اولیه خود طبیعت هستش، حالا یا به زغال هستش یا نفت هستش یا درختها هستش یا خاک هستش و غیره، و توجه نمیشد حتی در زمینه اقتصاد، علم اقتصاد. و امروز در ارتباط با به اصطلاح بیداری که در کل جهان داره به وجود آمده و این بیداری این هستش که انسان برای اینکه بتونه زندگی خودش رو داشته باشه احتیاج داره که زندگی جانوران، احتیاج داره که طبیعت سالم داشته باشه، طبیعتی که در درونش در واقع تخریب صورت گرفته، آلودگی ها صورت گرفته. این انسان وقتی هوای ناسالم داشته باشه، هوا همون طبیعت هستش، بنابراین به ناگزیر به بیماری های انسان منجر میشه. زمانی که خاک در واقع دستخوش آلودگی های شدید شیمیایی هستش، این نتیجهش این هستش که خود انسان بازنده هستش. هر ضربه ای که به کلیت این طبیعت یعنی گیاهان، جانوران و پرندگان و انسان صورت میگیره، این هر کدوم از این ضربه ها به مجموعه این کلیت در واقع برمیگرده. در ایران ما خاطرمون اگر باشه یکی از کنفرانس های برجسته جهانی کنفرانس رامسر بود در دوران پهلوی که به اصطلاح کنوانسیون بزرگی بود در چارچوب سازمان ملل متحد که بتونه به اصطلاح پایه‌ای شد، قانونی شد که در سایر کشورها در سطح جهان از به اصطلاح آبها و به اصطلاحی هست به عنوان میگن مناطق مرطوب، یعنی اون به اصطلاح مجموع سرزمین هایی که درش آب و جنگل و مرغزار و غیرگزارش هستش، به این ترتیب خود کشور ایران نقشی داشت در برگزاری این کنفرانس. حال این که امروز یا 5 سالی که گذشته در تمام زمینه ها در واقع تخریب وجود داره. محیط زیست ایران، یعنی شما در نظر بگیرید آلودگی هایی که در ایران هستش، این آلودگی ها از کجا میادش، این ریزگرد ها از کجا میادش و نتیجه اینها در ارتباط با سلامتی انسان ها چی هستش. تمام این زمین ها امروز اگر صحبت از این میشه که به اصطلاح مسئله سرطان در ایران رشد کرده، یکی از علت های امر رشد بیماری های تنفسی و مسئله سرطان در ایران همین مسئله آلودگی های محیط زیستی مربوط به هوا هستش. از بنزین هایی که اینها آمدن در زمان احمدی نژاد، بنزین هایی که دیگه نمیتونستن داشته باشن به لحاظ به اصطلاح مجموعه ماجراهای بین‌المللی، بنزین سازی که اینها کردن فاقد حداقل قواعد مربوط به تولید بنزین در جهان بود و همونطور که ما می‌دونیم بنزین رو بر اساس معیارهایی هستش، نرم‌هایی هستش که میگن یورو 1, 2, 3, 4, 5, 6 در ایران در کل جهان امروز 1, 2, 3 در واقع کاملا ممنوع هستش و 4 هم در حال ممنوع شدن هستش. نرم 5 در واقع بیشتر استفاده می‌کنه. در ایران از نوع نرم 2 و 3 به شکل گسترده استفاده می‌شه برای اینکه تکنولوژی لازم رو نداشتن و به این خاطر هستش که مجموعه اون دوران و این بنزین‌هایی که استفاده می‌کردن حجم وسیعی از آلودگی‌ها رو در درون جامعه ما از طریق خودروها و کامیون‌ها اینها وارد کردن. یا جنبه دیگری در نظر بگیریم، بخش‌های مهمی از رودخانه‌های ایران اینها یا خشک شدن یا کاملا به لجنزار تبدیل شدن. رود کارون حدود 1/3 آبهای خودش رو از دست داد و در واقع آنچه که امروز تبدیلش یک بخش مهمی از این آنچه که در جریان داره شدیداً آلوده هستش. شما نگاه بکنید به مسئله ماجرای گوتفند، سد
بله بله اینها آمدن و بدون دانش این رو در واقع جا به جا کردن و امروز به یک فاجعه محیط بله نمکزار شده. بخش خوزستان از اونجایی که آبهای این تبدیل شده به آبهای شور به خاطر اینکه یک منطقه رو اینا در نظر گرفتن بدون کارشناسی لازم، این منطقه با گرفت آبگیری خودش ارتباط پیدا کرد با کوههای نمک و این کوههای نمک مرتبا این آب رو شور میکنه و آبی که از درون در واقع این سد بیرون میاد تمامی این منطقه خوزستان رو در واقع زیر پوشش خودش داره و تمام به اصطلاح بخش مهمی از نهاد، بخش مهمی از کارهای زراعتی در واقع اینها زیان و آسیب‌های ساختاری دیدن. بله. که مورد خود به اصطلاح دریاچه ارومیه هستش، مسئله به اصطلاح دنیای بخش هستش، در تمامی این زمین‌ها واقعا اینها تجاری بی سابقه در این جامعه به وجود آوردن. به طور کل جلگه خوزستان بخش عظیمیش نمکزار شده. یک فیلم بنده دیدم خیلی خیلی وحشت و چند زاره نشون داد که بی اندازه محزون بودن و غمگین بودن بابت اینکه حاصل چند قرن کار بر روی اون زمین به این وجه به انهدام رفته. بله خدمت شما عرض میکنم که جناب ایجادی از حضور شما خیلی سپاسگزارم در این برنامه. اندک وقتی برای ما مونده است، این یک دقیقه آخر هم در خدمت شما اگر که مطلب مهمی هست با هموطنان در میان بگذارید بفرمایید. در همین مورد دوم، اگر در مورد اول ما باید در واقع تلاش فکری رو ادامه بدیم و نه هراسیم در انتقاد کردنی به امر دین، در زمینه دوم هم واقعا شهروندان ما باید توجه بکنن که از دست دادن محیط زیست در واقع جز زیانش زیانی نخواهد بود که در واقع متوجه سلامتی خود انسان هم خواهد شد و بنابراین دولت بی‌لیاقتی داره، دولت برنامه هاش در که با حفظ محیط زیست هستش، ولی آنچه که ما میدونیم و شاهدش هستیم حداقل تلاش بسیاری از اونجه‌ها و یا انجمن‌هایی هستن، فعالان محیط زیست هستن که در ایران با تمام محدودیت‌هایی که این دولت به وجود میاره با دل و جون دارن کار میکنن. اینها رو باید تشویق کردش و همچنین در بین شهروندان ما حفظ به صدا همبستگی با هم برای به صدا حفاظت از محیط زیست باید افزایش پیدا بکنه. ما به محیط زیست سالم احتیاج داریم و جامعه شدیداً پرمصرف و بی توجه به امر محیط زیست به راه درستی قرار نداره و بنابراین ما باید به این امر هم توجه بکنیم و دانش خودمون رو توجه خودمون رو برای حفظ محیط زیست در واقع افزایش بدیم، به خاطر اینکه حفظ محیط زیست هم به نفع نسل کنونی هستش هم به نفع نسل‌های بعدی هستش. این جامعه‌ای که به دست نسل ما رسیده باید انتقال پیدا بکنه به نسل‌های دیگر و بنابراین ما در این زمینه دارای مسئولیت بسیار سنگینی هستیم. بسیار سپاسگزارم دوست گرامی جناب آقای دکتر جلال ایجادی. میدانم که شما بایستی تشریف ببرید به دانشگاه و ترافیک رو هم بایستی بگذرانید. این است که سپاس از شما، امیدوارم که کلاس رو از دست ندهید دوست عزیز و امیدوار هم هستم که مجدد در خدمت شما باشیم و با هم صحبت کنیم. یک دونه از شما متشکرم جناب آقای مشیری عزیز. یادتون باشه که کارهای شما برای بست تفکر انتقادی و روی انتقادی بسیار کارساز هستش و شهروندان ایرانی که حرفای شما و برنامه‌های شما رو می‌بینن بسیار آگاه هستن که کار با ارزشی رو شما انجام میدید. از شما بسیار ممنونم. از لطفتون متشکرم دوست عزیز. خیلی خیلی سپاسگزارم. متشکرم. هموطنان گرامی، با
با جناب آقای دکتر جلال ایجادی صحبت کردیم که دیدیم وقتی ما به پایان رسید. از آقای ایجادی بسیار متشکرم، از شما که توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم، از سبر گرامی به اتفاق دوست عزیزم آقای بدیعی اینجا نشستند و این دعوت رو چون محوله بودن تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.